همکارم مهران عباسیان از تجمع کوپنهاگ پایتخت دانمارک همراه ما شده. مهران، میبینم که شعله های آتش پشت سر توی مشعل به دست گرفتن گویا معترضین. بله شرور، همونطور که گفتی این تجمع به فراخوان امستی یا سازمان عفو بین‌الملل بوده. 2000 مشعل اینجا آماده شده. کسانی که اومدن اینجا که اکثرا در این تجمع دانمارکی ها شرکت کردن، به یاد جنبش دانشجویی و به این نشانه که جنبش دانشجویی هنوز در ایران زنده است، این مشعل ها رو که میبینید در دست دارن، شعارهای مختلف میدن. شعار زن زندگی آزادی که امروز در تمام تجمع ها شنیده میشه، اینجا به زبان دانمارکی تمام سخنرانان از جمله دو نماینده پارلمان دانمارک اینجا سخنرانی کردند و حمایت کردند. همونطور که نمایندگان پارلمان دانمارک گفتن، این تجمع در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی تشکیل شده و اینجوری حمایت خودشون رو نشون دادن. حدود 2000 نفر اینجا شرکت کردند. اکثر کسانی که اینجا هستن خواستار لغو حکم اعدامن. از احزاب مختلف دانمارکی حضور پیدا کردن. ایرانیانی که این روزها طی 3 ماه گذشته در دانمارک تجمع داشتن، اینجا اومدن با پرچم‌های مختلف و اینگونه حمایت خودشون از هموطنان اعلام کردن. کنار من یک مهمان هست، آقای پاکباز. شما از برگزار کنندگان بودید. هدف‌های اصلی این تجمع رو بگید که سازمان عفو بین‌الملل برگزار کرد. همونطور که می‌بینید، این برنامه رو سازمان عفو بین‌الملل دانمارک با همکاری شورای زنان، شورای همکاری دانشجویان و جوانان و مرکز همکاری بین قومی برگزار کردند به همراه تعدادی از گروه‌های ایرانی فعال در اینجا. همونطور که در استیج می‌بینید، شعار این برنامه زن زندگی آزادی در حمایت از دانشجویان، جانشجویان ایران در روز دانشجو و فراخوان به توقف احکام اعدام دستگیر شدگان در ایران. آقای پاکباز، سال‌های گذشته در تجمعات من شما رو اینجا می‌دیدم. تجمعاتی که 3 ماه گذشته در کوپنهاگ شکل گرفته، چه تفاوتی داره با تجمعات گذشته؟ یه چیزی که واقعا نمیشه در کلام گفتش. من اون شخصا اون کلمه انقلاب که امروز ازش یاد میکنیم رو، خب ما اون چیزی که از داخل ایران به گوش و چشممون میرسه رو در فیلم ها دیدیم، ولی من شخصا انقلاب رو در شور و هیجان ایرانیا و گروه های مختلف، فارغ از تنوع ها و فارغ از تفاوت ها، اینکه کنار هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن، رو اینجور انقلاب رو دیدم و واقعا برام یک دنیای متفاوت بود. شهر باید بگم که رسانه های دانمارکی هم طی 1 ماه گذشته تجمعات ایران رو پوشش دادن. امروز تلویزیون ملی دانمارک از 3 روز اعتصابی که در ایران برگزار شد گفت، از دانشجویان معترض و از زنان معترض، و تیتر روزنامه های دانمارک امروز این بود که انقلابی که در ایران داره اتفاق میفته یک انقلاب زنان است. ممنون از توضیحات تو مهران عباسیان، همکارم از کوپنهاگ.